29 روز دی ماه برابر با 19 ژانویه، سال 1218 خورشیدی برابر با 1839 میلادی، زادروز پل سزان، نقاش شهیر قرن 19 که در فرانسه به دنیا آمد و از کودکی علاقه وافری به نقاشی داشت، ولی بنا به اصرار پدرش وارد دانشکده حقوق شد و سپس در بانک پدر به کار پرداخت. سزان مدت‌ها با پدر در مبارزه بود تا بالاخره در سن 24 سالگی پدرش به او اجازه داد که برای تحصیل نقاشی به پاریس برود. در این هنگام مبارزه دیگری برای او آغاز شد، زیرا سزان علی‌رغم تلاش فراوان موفق به قبولی در آزمون ورودی برای تحصیل در رشته نقاشی نگردید. در این دوره از تابلوهای سزان کمترین استقبالی به عمل نیامد و کارهای او با انتقادهای شدید مواجه شد. این دوره تا 50 سالگی سزان ادامه یافت تا اینکه وی با فروش تابلوهایش کم کم شهرت پیدا کرد. با این حال او را نابغه شکست خورده می نامیدند، اما سزان دست از تلاش بر نداشت و با کار پیگیر و کنکاش‌های سرسختانه‌اش نقاشی اروپا را از قید تابعیت قوانین رؤیت رهانید و در پژوهش‌های خود به تعالی دقیقی میان واقعیت و انتظار رسید. پل سزان به قصد ایجاد یک روش جدید در نقاشی حرکت کرد و با تلاش خود به طریقی نو دست یافت که راه را برای تحول بعدی نقاشی گشود. از اینجاست که هنر آبستره یا انتزاعی ایجاد شد که در میان هنرمندان نسل بعد تأثیر نهاد. سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، زادروز میشل افلق، پایه‌گذار حزب بعث که در دمشق و در یک خانواده مسیحی به دنیا آمد و در 18 سالگی برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و از دانشگاه سوربن این کشور فارغ التحصیل گردید. افلق سپس به همراه یکی از دوستانش هسته اولیه یک سازمان سیاسی تشکیلاتی با هدف اتحاد همه احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود در کشورهای عربی را بنیان نهاد. آنان با این هدف سازمان الاحیاء العربی را بنیانگذاری کردند و سپس روزنامه البعث را که ارگان این حزب بود تأسیس کردند. افلق نیز در اولین کنگره عمومی حزب بعث به دبیر کلی این حزب انتخاب شد و با حمایت از طرح وحدت سیاسی سوریه و مصر به عنوان یک چهره برجسته سیاسی مطرح گردید. وی طی سفری به بغداد حمایت خود را از کودتای عبدالکریم قاسم در براندازی حکومت سلطنتی اعلام نمود و جای پای نیز در عراق برای خود باز کرد. افلق طی زمین سازی سیاسی جهت کودتای آرام احمد حسن البکر از دمشق به بغداد آمد و از آن تاریخ تا زمان مرگ خود به عنوان مغز متفکر حزب بعث عراق باقی ماند.